به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما شاگردای عزیز و گرامی امیدوارم که جانتان جور و سهدمند باشید شاگردای عزیز به مضمون ریاضی سنف هفتم خوش آمدین شاگردای عزیز و گرامی ما و شما مضمون ریاضی سنف هفتم به خیر میخوانیم درست است؟ و فصل چندم هستیم فصل پنجم چی است عنوان فصل پنجم ما و شما مسلس ها و چند زلی ها درس دوم هستیم امروز اما درسی که امروز ما و شما میخوانیم چی است میانه ارتفاع و ناصف و زاویه یا نیمساز زاویه رو میگیم چی است در هر مثلث سعیست پس ما و شما اگر یک مثلث داشته باشیم ما و شما میانه رو باید بفهمیم چی است ارتفاع رو باید بفهمیم چی است؟ و ناصف زاویه یا نیمساز زاویه را برای گفته میشه او باید بفهمیم که چی البته قبل که بریم سر تخته درس شروع کنیم کارخانگی درس گذشته را به ما روان کردین و چه طریق میتونید روان کنید اگر یادتون باشد گفتم دیگه نه از طریق واتس اپ نمبرش هم چند است 20964 780 255 40 13 اگر کدام سوال یا کدام مشکل در حل کارخانگی دارید میتونید با ما در ارتباط شوید است از این طریق نمبر که به شما خواندم خب شاگرد عزیز پس میرم سر تخته و ما یک مثلث براتون میکشم و میگم که میانه چی است ارتفاع چی است و ناصف و زاویه چی است درست است پس بریم سر تخته شاگردای عزیز و گرامی درس امروز ما و شما چی است میانه ناصف و زاویه و ارتفاع این عرصه رو ما و شما باید بفهمیم که فرقش چی است من مثلث میکشم براتون و تشریح میکنم که میانه چه رقم است ارتفاع چه رقم است و ناصف زاویه چی است پس ما و شما اگر یک مثلث دلخواه داشته باشیم شاگرد عزیز ما یک مثلث میکشم مثلث A B و C است؟ خب شاگرد عزیز در این مثلث من چی رو میخوام رسم میکنم من این رو میخوام ناصف و زاویه اول رسم میکنم ناصف و زاویه یا نیمساز زاویه این درس های گذشته گفتیم که اگر ما شما یک مثلث داشته باشیم سه تا زل دارد و سه تا رأس دارد درست است و گفتیم که سه تا زاویه دارد با نام مثال ما او شما زاویه ا را داریم در دا اینجا یعنی زاویه ا است زاویه بی را داریم و زاویه سی را داریم خب آل ناصف و زاویه چی است یا نیمساز ناصف و زاویه یا نیمساز ساز برش گفته میشه دقت کنید شاگردای عزیز ناصف و زاویه یعنی چی ما به اول خودشه بگم چی هست اگر ما و شما یک زاویه داشته باشیم دقت نشه که عزیز یعنی زاویه ما و شما باشد با عنوان مثال x و y یعنی زاویه ما و شما باشد نصف و زاویه در یک زاویه خود میفهمیم یک نیم خط است که زاویه ما و شما رو به دو قسمت مس... مساوی چی میکنه تقسیم میکنه به دو نیم میکنه نامش رویش است نیم سا سیست که با عنوان مثال به شکل میشه سیست اینی نیم خطی که ما کشیدن نیم خط چون این ورش بسته است و این ورش تلای تنهای ادامه داره سیست پس این چی است؟ ناصف زاویه ما و شما یعنی زاویه ما و شما اگر باندان مثال 80 درجه باشد به دو تا 40 درجه تقسیم میکنه 40 درجه دیگه هم چی میشه؟ 40 درجه سیست پس اینی خط ما و شما او باندان مثال نقطه رو چی میگیرم؟ نقطه ام میگیرم او ام ما و شما چی میشه؟ چی میشه؟ ناصف و زاویه یا نیم ساز زاویه میشه. پس نیم ساز زاویه رو میفهمیم چی است یک تا نیم خط است که زاویه ما و شما را به دو نیم مساوی تقسیم میکنه حال در مثلث ما و شما سه تا زاویه داریم پس هر زاویه بر خود چی دارد یک تا نیم ساز یا ناصف زاویه دارد من میتونم ناصف زاویه از این رسم کنم خب ناصف زاویه ای را اگر رسم بسازم چی میشه شاگرد عزیز دقت کنید زاویه رو باید به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم صحیح است به دو قسمت مساوی تقسیم میکنم و این در میش زل که رسیدم دیگه ادامه نمیدیم به این شکل پس این زاویه ای1 ما و a 2 ای ما ای1 و a ای 2 سیست یعنی دو زاویه که در اینجا جور میشه یا با هم چی است مساوی است چون نامش روش است ناصف و زاویه ناصف ناس و زاویه بیرم اگر رسم بکنیم یعنی زاویه بیرم دقیقاً باید به دو قسمت تقسیم کنه سیست زاویه بیرم بی یک ما و شما و بی دو و شما ما و شما باید با هم مساوی باشه در یک نقطه هم نگرا قد میکنه و اگر ما و شما بیایم ناصف و زاویه سیرم رسم کنیم یعنی نیم ساز زاویه سی رسم کنیم یعنی زاویه سی به دو قسمت اگه تقسیم کنیم به میشه شکل عزیز زاویف یک وسیله ما و شما با هم چی است مساوی است و دقت کنید شاگردای عزیز و چی میشه نصف زاویه ها همدیگر در یک نقطه قطع میکنه در هر مثلثی با ما و شما اگر داشته باشیم نصف زاویه هر زاویه راس کنیم سه تا زاویه کنیم این هرسه دقیقاً همدیگر در یک نقطه قطع میکنه است. پس نتیجه میگیریم نصف زاویه های داخلی هر مثلث چی میشه همدیگر را در یک نقطه قطع میکنه درست است پس نصف زاویه ها میگیم چی یعنی چی یک نیم خط میکشیم از همین راست به ذیل مقابل میکشیم ولی فرق نمیکنه کجاش میرسه فقط این زاویه باید چی شوه دو, دو تا مساوی باشد یعنی بدون نیمه مساوی تقسیم شوه مثلا 30 درجه باشد دو تا 15 درجه باید شوه صحیح است یعنی زاویه ما و شما اگر 50 درجه باشه باید دو تا 25 درجه شود. صحیح است اگر زاویه ما و شما 90 درجه باشه دو تا 45 درجه شود. فهمید چه رقم شد پس نصف و زاویه چی است گفتیم دیگه در یک زاویه در یک زاویه و زاویه یک نیم خط است که ادمی رفت کشیده میشه چرا نیم خط میگم چون این ادامه نداره دیگه ای بر این بر است و اون بر تلای ادامه داره خب یک نیم خط است که زاویه ماشون و, و دو نیم مساوی تقسیم میکنه آلی ناصب زاویه ها در هر مثلث اگر ما و شما بکشیم دقیقا در یک نقطه داخل مثلث همدیگر چی میکنه قطع میکنه درست است پس از ناصب زاویه پس ناصب زاویه شکر عزیز ناصب زاویه های هر مثلث یک دیگر در داخل مثلث در یک نقطه قطع میکنن درست است پس این چیزا من نوشته بکنم ناصف و زاویه یا نیمساز برش میگیم باز بر با دیگه رنگ نوشته کنم ناصف و زاویه یا نیم ساز خب پس ای از ناصف و زاویه اما میانه چی هست شاگرد عزیز میانه رو میگم و بعد ارتفاع رو میگم براتون میانه چی هست ما شما اگر باز یک مثلث دیگه داشته باشیم اینی وان وان مثلث ما شما باشه مثلث A B و C خب اما میانه فرق میکنه با نصف زاویه میانه به این شکل است شما باید از این رأس E، من میخوام میانه رسم کنم زل B را دقت کنید زل B C ما و شما دقیقاً وسط B و C B و C ما و شما اگر به عنوان مثال 6 سانتی متر باشد دقیقا وسطش میشه 3 سانتی متر دهی بر 3 سانتی متر دهو دقت کنید ناصف الزاویه زاویه رو بدون مساوی تقسیم میکنه اما میانه ذل بدون مساوی تقسیم میکنه فهمید چرا خم شد پس زا... ناصف الزاویه زاویه رو دو قسمت مساوی تقسیم میکنه اما میانه ذل بدون قسمت مساوی پس ما دقیقاً وسط همین ذل دریافت میکنم با سوال به این میشه و از همین راس مقابل به این وصل میکنم به زاویه شمش کار ندارم حالی دقت زاویه ای یک با دو مساوی نیست این مثالو هیچ کار نداریم ما یعنی زل بر ما شما مهم است که چی به دو نیم مساوی تقسیم شده باشه یعنی اینجا 3 سانتی متر به عنوان مثال باشد این هم 3 سانتی متر باشد صحیح است اول مثال است حتما 3 نیست به عنوان مثال اگر این زل ما و شما 6 باشد باید بدون دو قسمت 3 سانتی متر مساوی تقسیم شود خب پس من این پاک میکنم به این شکل است پس میانه رو فهمیدیم میانه از رأس مقابل به زل مقابل خ... به زل مقابل خودش رسم میشه و زل به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه خب من زل ای را وسطش پیدا میکنم دقیقا میانه سایست از سی به ای وصل میکنم پس چی میشه؟ میانه خب به عنوان مثال ما که ای که ا را کشیدم این نقطه نامش را ام میمانم پس AM میانه بی است دقت کنید AM ام میانه زل بی است این نقطه نامش این میمانم سی میانه زل ای بی است سایست؟ و زل سی را هم. من میانش اگه بکشم دقت کنید وسط وسط پیدا میکنم نام شد چی میمون؟ ام, ام مثلا پی میمونم فایست؟ از بی به پی وصل میکنم دقت کنید پس بی پی چی میشه؟ میانه زل ای, ای سی میشه و دقت کن شاگرده عزیز میانه های هم, هم را در یک نقطه داخل مثلث قطع میکنه فیست دهی هم چی گفته بودیم؟ ناصف و زاویه ها سه تا ناصف و زاویه هر مثلث بکشیم در یک نقطه هم را قط میکنه میانه ها هم به این شکل است فقط فرق چی است؟ عزیز ناصف و زاویه نیم مساوی چی هست؟ زاویه رو به دو مساوی تقسیم میکنه. زل کار نداره دقت کنید عمالی با اندار مثلا نامگذاری بکنم یعنی ناصف و زاویه بی مثلا چی باشد؟ او باشد بی اوی ما و شما ناصف و زاویه است. زاویه بی رو بی یک و بی دور به دو قسمت مساوی تقسیم کنید اما زل ایسی رو به تقسیم نکرده نگاه کنید ای او با او سی فرق میکنه. و سی کلانتر از یعنی بدونی به, به زل کار نداره ناصف و زاویه فقط به چی کار داره به زاویه ها کار داره اما میانه چیست است به زاویه کار نداره فقط به زل ها کار داره زل ها رو بدونیم تقسیم میکنه سعی است فهمید فرق از هر دورنه و اردویشان هم ناصف زاویا هم میانه ها درک مثلث ما سه تا میانه داریم سه تا ناصف زاویه داریم یا اگر رسم کنیم دقیقا همدیگر در یک نقطه قطع میکنه درست است داخل مثلث قطع میکنه نه؟ اما در مورد میانه ها دقت کن شاگردای عزیز میانه ها چی است میانه وقتی که سه تا میانه هر مثلث هم در یک نقطه قطع میکنه این نقطه رو میگن مرکز ثقل مثلث صحیح پس محل برخورد سه میانه در هر مثلث میگن مرکز ثقل امو مثلث درست است پس در مورد میانه در نصف زاویه نه فقط در مورد میانه ها پس من نوشتم اینا چی است نامش میانه ها در هر مثلث یک دیگر رو در یک نقطه قطع میکنن. پس یا چی است ناصف زاویه یا نیمساز ساز هم چی میشه میانه صحیح سه, سه میانه مثلث در اینجام سه نصف زاویه داریم پس فهمیدیم فرق نصف زاویه با میانه را فهمیدیم که چی است اما یک موضوع دیگه داریم ارتفاع در مثلث ارتفاع چی است ما یک مثلث رو پایین میکشم و ارتفاعش براتون میگم که چی است دقت کن شاگرد عزیز به عنوان مثال سایس خوبان این همه کمی کچکتر کن به ایش اکشان مسلس A B و C خب ارتفاع چی است ارتفاع دقت کنید شاگرد عزیز ارتفاع ما باید از رأس ا من میخوام ارتفاع رو بکشیم به زل BC. باید از رأس ا ما و شما چی کنیم باید یک تا پار خط بکشیم که زاویه 90 درجه جور کنه زاویه باید 100 فیصد چند باشد 90 باشد دقت کنید اینی ارتفاع نیست دیگه چون زاویه اینجا که جور میکنه 90 نیست پس زاویه 90 درجه باید ما مثلث خود کلانتر بکشیم که دیده شود مثلث کمی کلانتر بکشیم این چی مصرف ما شما باشد A ا... B ب... و C خب شاگرده عزیز ارتفاع وارد بر زل بی سی رو ما و شما میخوایم بکشیم از رأس مقابلش A ما چی میکنم؟ زاوی 90 درجه مستقیم میکشیم که زاوی چند درجه جور کنه با ما و شما؟ 90 درجه جور کنه پس این نقطه رو نامشه چی میمانم؟ H میمانم پس ارتفاع ما و شما دیگه زاویه رو میکنه نه خیر شاید بکنه شاید نکنه فرق میکنه زل مقال بدونیم میکنه میگیم نمیدانیم شاید شوه شاید نشود ولی زاویه با چند باشد؟ نوت باشد سیست؟ پس ارتفاع از رأس مقابل به زل مقابل ما یک بار خط میکشیم یک قطع خط میکشیم که زاویش چند درجه باشه زاویش 90 درجه باشه به این میگن ارتفاع پس ای اچ میشه ارتفاع بالای چی زل BC اگر ما شما اچ ای ارتفاع در نظر بگیریم BC سی رو بهش میگن میگن قاعده صحیح که ما و شما در مساحت باز میخوانیم در مساحت در فرمول مساحت مثلث میشه ارتفاع ضرب در قاعده ضرب در یک بر دو یا تقسیم بر دو میگیم فرق نمی کنم. پس این ارتفاع در چی فرمول مساحت مثلث به درد ما و شما میخوره پس ارتفاع چی است ارتفاع از رأس مقابل به زیل مقابل خودش یک تا قطه یا پاره خط رسم میکنیم که زاویش با چند درجه شوه 90 درجه شوه به این میگن ارتفاع صحیح خب ارتفاع وارد بر زل دریافت کنیم از سی باید بکشیم و زاویه چند درجه جور میکنم؟ زاویه 90 درجه جور میکنم صحیح است؟ این اچ میگیرم میرم مثلا چی میگیرم؟ ام فرق نمیکنه. سی ام چی میشه؟ ارتفاع وارد بر زل ای بی میشه. صحیح و ای سی را اگر من ارتفاعش رسم کنم، ارتفاع از به شک میشه. زاویه چند درجه است؟ زاویه 90 درجه است. صحیح این هم باز میگیرم با نام ان میگیرم. صحیح پس بی ان ما شما میشه ارتفاع وارد بر زل ای, ای سی. فقط پس فا میده چی شد شاگرده از یک بار دیگه من مرور میکنم خب این چی است ناصف و زاویه ناصف زاویه چی است گفتیم یک تا نیم خط است که زاویه ها رو به دو نیم تقسیم میکنه به زل کار نداره به زاویه که با زل هم جور میکنه کار نداره من خود زاویه ها را به دو نیم تقسیم میکنه نامش چی میشه ناصف و زاویه یا نیمساز. و این میفهمیم که ما و شما اگر در هر مثلث ناصف زاویه هایش رسم کنیم نیم ها رسم کنیم سه تا زاویه داریم دیگه هر کدام بر خود یک ناصف زاویه داره ناصف زاویه رسمون در یک نقطه هم دیگر قدم میکنه پس ناصف زاویه فقط به خود زاویه کار داره بدونیم نیم تقسیم میکنه به زل کار نداره به زاویه که با زل جور میکنم کار نداره فقط به خود زاویه کار داره اما میانه میانه چی است میانه از رأس مقابل به وسط زل ما رسم میکنیم دقیقا زل ابدونیم تقسیم میکنه به زاویه ها کاری اج نداره که می میشه یا نمیشه شایدم شوه شایدم نشه ولی صد فیصد چی زل مقابل بدونیم نیم مساوی تقسیم میکنه درست است و میرا میفهمیم که گفتیم در هر مثلث دلخواه ما و شما اگر بیایم چی کنیم میانه ها رو رسم کنیم میانه ها در یک نقطه همدیگر را قطع میکنه و اون نقطه را برش میگن مرکز ثقل برش میگیم پس من در اینجا نوشته میکنم حالا باز ما تختر پاک میکنم باز با ما نقطه رو میگم و در رابطه با ارتفاع ارتفاع گفتیم که با زلم کار نداره با خود زاویه هم کار نداره, زاوی نداره. بچی زاویه ای که با زل جور میکنه اینی زاویه کار داره اینی زاویه با چی باشد 90 درجه باشد به با اون میگن ارتفاع پس ای اچ ارتفاع ما و شما وارد بر بی چی است زل بی سی است صحیح شد فهم چی رقم شد دیگه نه ارتفاع ها هم شاگردای عزیز دقت کن ارتفاع ها ارتفاع از سه ارتفاع داره دیگر مثلث چون سه ضلع داره صحیح سه ارتفاع دارد. سه ارتفاع, ارتفاع مثلث یک دیگر را در یک نقطه قد میکنه سه میانه مثلث یک دیگر را در یک نقطه قد میکنه سه ناصف و زاویه مثلث یک دیگر را در یک نقطه قطع میکنه خب شاگردای عزیز در ناس و زاویه و میانه گفتیم در یک نقطه داخل مثلث قد میکنه آیا ارتفاع هم به این شکل است ارتفاع هم در داخل مثلث قد میکنه میگیم نه خیر ممکنه در خارج مثلث قد کنه و تختر پاک میکنم یک تا مثال دیگه برای یک تا مثلث میکشم که ارتفاعش ما و شما وقتی رسم کردیم میبینیم که در, در داخل مثلث ارتفاع هم دیگه نمیکنه در خارج مثلث قد میکنه صحیح پس میانه و ناس و زاویه دقیقاً همدیگه را در داخل مثلث قد میکنه درست است فرم دیگه رقم شد دیگه ولی ارتفاع به این شکل نیست ممکنه در خارج مثلث یکدیگر را قطع کنه ولی هم دیگر را قطع میکنه در یک نقطه ولی داخل یا خارج فرق نمیکنه. پس من دختر پاک میکنم و یک مثال دیگه کار میکنم درست است خب شاگرده عزیز و گرامی یک تا مثال دیگه من کار میکنم ارتفاع ها را میکشم من پس مثال یک تا مثلث منفرج زاویه ما من میکشم منفرج زاویه خو میفهمین دیگه درس گذشته درس گذشته بود نه مثلثی که یک زاویه چی بیشتر از 90 درجه داشته باشد پس ما یک مثلث منفرج زاویه میکشم با نام مثلا این مثلث ما و شما سیست مثلث منفرج زاویه ای باشد A ای. این نقطه باشد B و این رأس ما باشد C که این زاویه B ما و شما از چی از 90 درجه بیشتر است پس چی میشه زاویه مثلث منفرج زاویه حالا من ارتفاع از این رسم میکنم ارتفاعی که در این مثلث وجود داره رسم میکنم خب شاگرد عزیز دقت کنید ما از رأس A میخوایم به BC ارتفاع رسم کنیم ارتفاع گفتیم چی است گفتیم باید چی مستقیم رسم کنیم و زاویش 90 درجه شود خب ما اگر از A به زل BC در هر جای رسم کنیم با نام مثال دایره رسم کنیم زاویش 90 درجه نمیشه صحیح است خب چرا چرا چیکار کنیم شما در اینجا رسم کنید در اینجا رسم کنید در اینجا در هر جای رسم کنید زاویه 90 نمیشه پس دقت کنید پس ما و شما باید اگر ارتفاع را رسم کنیم ما در زل بی سی را ما و شما باید بیاییم به این شکل عزیز زل بی سی را ما و شما امتداد بدیم در نظر بگیریم ادامهش را به این شکل فرضی در نظر میگیریم سیست و از ای به این خط ارتفاع رسم میکنیم پس به این شکل زاوی 90 درجه جور کنه اینی زاوی چند درجه است؟ 90 درجه پس ارتفاعی که از رأس A به زل BC رسم میشه در داخل مثلث نمیفته در خارج مثلث میفته صحیح چون زاویه با چند باشد 90 درجه باشد این نقطه رو من نامش H میمانم پس AH میشه ارتفاع وارد بر چی بر زل BC صحیح است پس این میشه ارتفاع فهمیدید چرا خم شد دیگه نه؟ چون اگر ما از A به BC رسم کردیم زاویه 90 نمیشد هیچ وقت پس ما با مجبوریم چکار کنیم این زل بی سی را به اون شکل در ذهن خود ادامه بدیم به اون شکل خدچین خدچین من نوشتم میکشم که و از ای به این خد حالی چی میکنیم زاوی نوی درجه جور میکنم درست است؟ خب شاگرده عزیز ما از سی به زل ای میخوام چی ارتفاع رفت کنیم صحیح است؟ خب از سی به بی شما به ای بی, بی هر چی رفت کنیم با زاوی نوی درجه جور نمیکنه پس مجبور هستیم باز چی کنیم؟ امی ای بی را ما و شما ادامه بدیم به این شکل صحیح است؟ و من حالی چی میکنیم؟ حالی از سی به خط زاویه چند درجه جور میکنیم؟ زاویه 90 درجه جور میکنیم. اینی زاویه چند درجه است؟ اینی زاویه 90 درجه است. پس اینی میشه ارتفاع از این است. فاهم دیشه رقم شد یا نه؟ خب شاگرد عزیز دقت کنید اینی رو من ادامه میتونم اینی ایچ که ما با شما اینجا نامش ایچ بود. این من نامش رو چی میگیرم؟ با این نقطه را میگیرم ام. اینی ایچ ما ادامه میتونم اینی سی ام هم ادامه میتون. در یک نقطه اینجا هم دیگر قد میکنه. است. آلی ارتفاع بالای چی؟ ارتفاع بالای ای سی از این رسم میکنم ارتفاع باید زاویه چند درجه باشد؟ زاویه 90 درجه باشد من اگر این رو نامش میگیرم این, بی این هم. از اون بار که ادامه نمیشه از این بار ادامه بیتون میای دقیقا در کجا قط میکنه؟ در همین نقطه قد میکنه پس ارتفاع های مثلث ما و شما اگر منفرج زاویه باشد همدیگر در یک نقطه قطع میکنه اما در خارج مثلث قطع میکنه در داخل مثلث قطع نمیکنه صحیح پس فهمیدیم اگر ما شما یک مثلث چی منفرج زاویه داشته باشیم ارتفاعش میتونیم بکشیم گفتیم در داخل مثلث نمیشه ارتفاع از راس ای به اگر بخوایم ارتفاعش رسم کنیم در خارج مثلث باید قطع کنه زاویه چند درجه میشه 90 درجه میشه صحیح است پس یک مثال دیگه کار کردیم و دیدیم که ارتفاع ها در در یک مثلث همدیگه در این قطع میکنه ولی داخل مثلث ممکنه باشد ممکنه نباشد اما میانه ها و نصف و زاویه 100 درصد داخل مثلث همدیگر را قطع میکنه درست است خب شاگرد عزیز یک نکته دیگه هم بود بریم باید نوشته کنیم نکته چی است محل برخورد سه میانه مثلث نامش چی میگیم مرکز ثقل مثلث برش میگیم درست است پس این نکته رو من نوشته میکنم نکته محل برخورد یا همون نقطه تقاطع است سه میانه مثلث را چی میگیم نامش چی است مرکز ثقل مثلث میگوییم. صحیست؟ می نامی میگوییم. فرق نمیکنی. پس این نکته هم داریم در رابطه با میانه ها صحیح پس فهمید چی شد محل برخورد همون نقطه تقاطعی که ها. ارتفانه ها. میانه ها ارتفاع نه میانه ها که تخت پاک پاکستان صحیح میانه ها ما شما میانه میانه را گرفت میکنیم سه میانه مثلث هم دیگه در یک نقطه قد داخل مثلث خط میکنه و اون نقطه چی است نقطه برش میگن مرکز ثقل مثلث به گفته میشه درست است پس شاگرد عزیز و گرامی درس امروز ما و شما خلاص شد فقط یک مرور دیگه میکنم گفتیم در هر مثلث ما چی داریم ناصف زاویه داریم سه تا ناصف زاویه داریم تا میانه داریم و سه تا ارتفاع داریم. ناصف و زاویه چی است؟ فقط زاویه رو بدونیم مفاهیم تقسیم می‌کنیم. بزل اچ کار نداره. صحیح است؟ و حال ممکنه بزل بدونیم تقسیم ممکنه بدونیم تقسیم نکنه فرق نمیکنه. و نا... چی است؟ بعد گفتیم میانه. میانه گفتیم فقط زل بدونیم تقسیم می‌کنیم. بزاويه اچ کاری نداره. زاویه ممکنه بدونیم شه ممکنه هم نشه. و ارتفاع چی است؟ ارتفاع گفتیم نه به خود زاویه کار داره نه به زل. فقط به زاویه‌ای که با زل جور میکنه. خودش کار داره و او با چند درجه باشد با 90 درجه باشد درست است؟ خب شاگردای عزیز اگر یک نکته داریم این کارخانگی هست اگر ما و شما یک مثلث متساوی الاضلاع از مثلث ازلا الاضلاع چی است شاگردای عزیز مثلث متساوی الاضلاع مثلثی است که سه تا ضلع از چی باشد با هم مساوی باشد سه تا ضلع از مثل... این مساوی یعنی ضلع با این ضلع با این ضلع مساوی است سه تا زاویه اش مساوی است و چی میشه میشه هر کدام 60 درجه صحیح سه تا ضلع مساوی سه تا زاویه مساوی داشته باشد به با اون میگیم مثلث متساوی الاضلاع آلی اگر ما و شما بیایم در مگ مثلث متساوی الافدای کارخانگی سری باید کار کنین خودتون در کتاب شتان. ما چی کنیم ما بیایم ناسب و زایا رو رسم کنیم ارتفاع ها را رسم کنیم و چی میانه ها و میبینیم که دقیقا میانه ها ارتفاع ها و ناسب و دقیقا روی هم قرار میگیره چون مثلث ما و شما, و شما چی است متساوی الازلاست سیست؟ پس در مثلث متساوی از میانه ها ارتفاع ها و ناسب و دقیقا روی هم قرار میگیره یکی میشه سعیش اگر ما شما بیایم عمل رسم کنیم میره میانه دقیقا وسط زیر پیدا میکنیم این رو به وصل میکنیم هم چند میشه زاویشم هم 90 میشه یعنی دقیقا ای یک و ای با هم چی میشه مساوی میشه این هم به این شکل است صحیح پس اگر مثلث متساوی از ما شما بکشیم میانه ها ارتفاع ها و ناس و زاوی ها زاوی ها دقیقا روی هم قرار گیره فقط در مثلث متساوی از دیگاه دیگاه فرق میکنه صحیح فهمید چه رقم شد نه پس درس امروز ما و شما چی میشه شاگرد عزیز خلاص میشه خب شاگرده عزیز و گرامی پس درس امروز ما و شما خلاص شد میانر گفتیم چی است ارتفاع گفتیم و ناصف و زاویه رو گفتیم چی است در یک مثلث و گفتیم فرقشان با همدیگه چی است درست است پس من تیک مارک میکنم پس یه از درس امروز ما و شما اما مبحث مهم و شیرین کار خانگی تمرین صفحه 124 کتاب باید حل کنید و ما روان کنید از طریق واتساب نمبرش هم 20964 780 5 40 13 درست است خب شاگرده عزیز و گرامی پایان درس دوم از فصل پنجم درس دوم ما شما خلاص میشه در اینجا شاگرد عزیز و گرامی مانده نباشین بخیر باشین شما رو به الله پاک و مهربان میسپارم